هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم باز به آنجا رویم جمله که آن شهر ماست خوز ملک برتریم و از ملک افزونتریم دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست وقت جوان یار ما دادن جان کار ما قافل سالار ما فخر جهان مصطفا است به نام خداوند جان و خرد عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم خوشحال هستیم که یک بار دیگر از برنامه مکتب حادی در خدمت شما عزیزان هستیم با درس شیرین و دلانگیز زبان و ادبیات دری عزیزان قند به جلسه سیزدهم رسیدیم امروز جلسه ما تحت عنوان استاد قاسم افغان پدر موسیقی افغانستان است در حوزه ادبیات دری در حوزه دستور زبانش دوستان امروز میرسیم و با یک مفهومی تحت عنوان جمله ترکیبی آشنا شویم و با همدیگر این کلمه و این مفهوم را مرور خواهیم کرد سامانه ارتباطی ما کانال ارتباطی ما را دوستان فراموش نکنید پنج چهل سیزده آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما دوستان خواهیم بود عزیزان قند به جلسه نو خوش آمدید خب شاید عزیز کار خانگی جلسه قبل را یک بار دیگر با هم مرور کنیم و قبل از اینکه وارد درس نو شویم خب کار خانگی چی میگوید برای جمله خبری دو مثال بیاورید خب جمله خبری چی بود که برای او دو مثال بیاوریم شما یک بار تعریف کنید برای ما آفرین اگه یادتون باشد ما و شما در جلسه قبل این مفهوم را با هم مرور کردیم گفتیم جمله خبری جمله است که بیان کننده یک خبر باشد که این خبر بیان کننده ای مطلبی است که میتواند درست باشد میتواند نادرست باشد می صحیح باشد میتواند غیر صحیح باشد میتواند در واقع چی باشد دوستان کاذب باشد میتواند صادق باشد اگر قابل صدق و کذب قابل درستی و نادرستی بود این جمله شما می شود جمله جمله خبری خب حالا میخوایم دو مثال ذکر کنیم مثال میگویم چی میگوییم در درس قبل خواندیم با این مفهوم میخواییم مثال را ذکر کنیم میگوی مخفی بدخشی از شاعران مشهور افغانستان است مخفی بدخشی از شاعران مشهور افغانستان است یا کن این یک جمله خبری است جمله ای که می توانیم بگیم درست است می توانیم بگیم غلط است که معنای جمله مفهوم جمله یک معنای درست است چرا چون ما یک شاعری در افغانستان داشتیم در درس قبلی برایتان توضیح دادیم گفتیم که این شاعر زن کسی نیست جز مخفی بدخشی که انسان بسیار ذهینی بود قرآن را حفظ داشت گلستان، بستان، دیوان حافظ کتاب هایی بودن که اشان او را یاد گرفته بود و در زمره زنان نادره شاعر در کشور عزیزمان افغانستان از اشان یاد کردیم خب یک مثال دیگر بزنیم چی مثال بزنیم دوستان؟ مثال بزنیم میگوییم که جمله دارای دو جزء فاعل و فعل می باشد یک جمله گفتیم از نوع جمله دستور زبانی نگاه کنید دوستان گفتیم جمله دارای دو جزء است چی جزئیه یک فاعل داره و یک فعل داره خب هر جمله ای دو جزء را باید داشته باشه نگاه کنید این میشه یک جمله خبری جمله ای که بیان کننده یک خبری است که مخاطب میتواند او را تایید کند میتواند او را دور بیاندازد میتواند او را صادق بداند میتواند. میتواند او را کاذب بشمارد این در واقع جملات جملاتی هستند که در حوزه جمله خبری جای میگرفتند خب شاگردای عزیز وارد درس جدید شویم درس امروز ما در مورد استاد قاسم افغان است اشان را تحت عنوان پدر موسیقی افغانستان یاد میکنند میخواهیم در مورد بیوگرافی زندگی نامه اشان امروز اطلاعات را با همدیگر بررسی کنیم خب گفته شده که استاد قاسم فرزند نواب ستارجو در کوچه خاجخورده خوردک کابل متولد شد در سنه 1262 هجری شمسی در واقع پدر اشان کیست؟ پدر اشان یکی از شخصیت های بسیار مشهور است که از هندوستان حرکت می کند و وارد افغانستان می شود وارد افغانستان می شود و کسی است که در حوزه موسیقی بسیار شهرت دارد وارد افغانستان با یک ادهی مجموعه از موسیقیدانان، خاننده ها وارد افغانستان میشود و موجب غنای بیشتر موسیقی در نقاط مختلف افغانستان می شود. اشان می و در کابل ساکن می شود با یک زن کابلی ازدواج می کند و ماحصل او چندین بچه است که از مابین این بچه ها تنها شخصی که بسیار مشهور می شود استاد قاسم افغان است آموختن موسیقی از پدر و استاد قربان علی و استاد پیراخان از جمله کسایی که حق استادی برگردن استاد قاسم افغان داره این شخصیت سه شخصیت بزرگوار است پدرشان که گفتیم نواب ستارجوس که قاسم افغان خود ستار را از پدر می آموزد نگاه کنید دوستان خود آلت موسیقیایی ستار را از پدر می آموزد چون پدرشان ستار می نوازید اگه خاطر تا باشد که اولین کسی که مبده و مختره ستار در دنیا بود کیست؟ امیر خسروی دهلوی است که در واقع در دهلو و در دهلی می آید و این موسیقی را اولین بار می سازد و به کار می گیرد. و از حوزه شبه قاره هند این موسیقی در کشورهای دیگر در نقاط مختلف شیوع پیدا می کند استاد قربان علی که پدر استاد نتو باشد که در واقع استاد قاسم افغان استاد قاسم از جمله کسایی است که بر استاد نتو حق استادی دارد استاد قربان علی کسی که در حوزه اطلاعات هنری بسیار بسیار اطلاعات شگرف و عمیق و بسیار کلان دارد و قاسم افغان از ایشان در این حوزه بسیار استفاده میکند. کند استاد پیراخان هم از, از کشور هندوستان میآید در کابل سکنا می و استاد قاسم افغان, افغان پیش می میرود و از راهنمایی هایشان مدد میگیرد راه یافتن به دربار امیر عبدالرحمن خان امیر حبیب الله خان و امیر امان الله خان نواب ستارجو پدر استاد قاسم کسی است که وارد دربار امیر می شود؟ عبدالرحمن خان می شود وقتی که می آید دست پسر را می گیرد و با خود می برد برای اولین بار برای اولین بار استاد قاسم در دربار عبدالرحمن خان از دیوان حافظ چند بیت می بسیار زیبا بسیار دلکش به طوری که کل کسایی که در او محفل در او مجلس حاضر بودند از شنیدن صدای اشان و از زرباهنگ ستار اشان بسیار استفاده میکنند و کیفور میشوند و حال میکنند و همین هم باعث میشود که امیر عبدال... عبدالرحمن خان یک جایزه یک سله بسیار گرانبخایی به اشان بدهد در دوره امیر حبیب الله خان نیز همین طور است در دوره امان الله خان یک رابطه بسیار عمیق و دوستانه ما بین امیر امی... امان الله خان و در واقع استاد قاسم افغان پیش می آید به یک رابطه بسیار صمیمی شکل می گیره که بعد خانیز از این روابط بسیارشان یاد می کنند معرفی آهنگ های قدیمی و فولکلور وطن در چوکات مقام های موسیقی چرا استاد را تحت عنوان پدر موسیقی افغانستان یاد میکنیم چون ایشان اولین کسی بود که آهنگهای محلی آهنگهای فولکلوری که در حوزه افغانستان موجود بود را گرد می و برای او موسیقی خلق میکند و ای موسیقی و ای آهنگ و ای ترانه های محلی را به کل نقاط دنیا میشناساند این نخستین دستاورد ایشان است که بسیار مهم و بسیار بسیار هنری است آموختن اشعار بدل در محضر اساتید گفتیم که ایشان در حوزه موسیقی دستی بر آتش داشت در حوزه خوانندگی نیست همینطور اساتید بنام بودند که ایشان از او افراد استفاده کردند این افراد کیا بودند عبدالعلی مستقنی عبدالحق بیتاب محمد سرور دهقان غلام حضرت شایق و صوفی غلام نبی اشقری افرادی بودن که حق استادی بر گردن قاسم افغان در حوزه بیدلخانی داشتن از جمله دستاوردهای بسیار بسیار مهم ایشان در حوزه کسب مدالهای موسیقی در افغانستان است کسب مدال الماس نشان یادگار استقلال و مدال زمورت نشان مسرت در دوره امان الله خان البته یک مدال دیگری هم بعد ها میگیرد و این سه مدال سه مدال بسیار بسیار مشهوری هستند که ایشان از دست افراد بسیار نامی میگیرند و کسی دیگری غیر از ایشان نتوانسته این مدال ها را کسب کند متاسفانه در سال 1335 هجری شمسی نیز اشان وفات میکند و در کوچه خرابات کابل در قسمت شهدای صالحین مدفون می در حوزه شاگردان استاد قاسم افغان میتوانیم بگویم بگوییم که در مدت 50 سالی که ایشان بوده است بیش از 100 نفر شاگرد تربیت میکند که دستی در حوزه موسیقی بر آتش دارد یه افرادی که سرآمد دوران از افرادی که شما میشناسید در کشور عزیزمان افغانستان را میتوانیم نام ببریم غلام نبی نتو استاد صابر استاد رحیم بخش استاد نبی گل استاد یعقوب قاسمی استاد یوسف قاسمی استاد محمد عمر روباب نواز و استاد برشنا از جمله کسایی هستند که در حوزه موسیقی حق شاگردی داشتن و از جمله مریدان استاد قاسم افغان به شمار میروند خب وارد بخش دوم شدیم دوستان وارد حوزه قواعد دستوری در حوزه قواعد دستوری شاگردای عزیز مرسین یک مفهومی در یک مفهوم بسیار جدیدی تحت عنوان خبر ترکیبی یا جمله ترکیبی حال میگوییم که خبر ترکیبی چیست خبر ترکیبی آن است که از ترکیب برخی افعال یا کلمه ها ساخته می‌شود نگاه کن دوستان خبر ترکیبی از نامش پیداست از اسمش مشخص است که یک خبری است که از دو بخش سه بخش یا چند بخش ترکیب شده و ساخته شده یک چند مثال ذکر میکنیم که این کلمه و این مفهوم برای شما روشنتر شود مانند چی میگویم مشاعره آغاز یافت جمله اول مشاعره آغاز یافت خب آغاز یافت دوستان دقت کنید وقتی ما میگوییم آغاز یافت در واقع یک خبری را میگوییم یک فعل را بیان میکنیم که این فعل ترکیب یافته از چند بخش از دو بخش خب این بخشاش رو بگویم دوستان یکی میگویم بخش آغاز است و یکی بخش یافته است آغاز یافت می شود یک خبر ترکیبی برادرم در امتحانات کامیاب شد برادرم در امتحانات کامیاب شد خب کامیاب شد باز هم می یک خبر ترکیبی کامیاب و در واقع شد این دو بخش می یا خبر ترکیبی جدید خب احمد در دانشگاه کابل شامل شد باز هم یک جمله شامل شد باز هم بشود یک خبر ترکیبی چرا خبر ترکیبی است چون از ترکیب دو فعل از ترکیب دو بخش ایجاد شده آغاز یافت کامیاب شد و شامل شد را تحت عنوان خبرهای ترکیبی یاد میکنیم خب خبرهای ترکیبی رو دوستان گفتیم توضیحاتش بیان شد چندین مثال ذکر شد برای شما آشکار شد حال میخواهیم که متناسب با ای قضیه که امروز برای شما بیان کردیم برای خبر ترکیبی شما دو مثال ذکر کنید خب ما سه مثال را بیان کردیم حال شما از ذخیره ذهنی خودتان از او چیزی که در ذهن شما موجود هست دوستان خامه انبر شمامه به دست میگیرید کتاب شب پیش رویتان و شروع میکنید دو مثال برای ما در حوزه خبر ترکیبی می نویسید و ارسال میکنید خب حالا چگونه ارسال کنیم راه ارسالش رو برای شما این گونه بیان میکنیم خب شاگردای عزیز برای ارسال کار خانگی نظر پیشنهادات انتقادات هر چیزی که میخواستید هر چی دل تنگت که میخواهد بگوید بگو برای ما میتوانید از طریق کانال ارتباطی روان کنید کانال ارتباطی ما را یک بار دیگر ذکر میکنم نمبر شماره ارتباطی ما را داشته باشید دو سیف نو سد و شست دو و پنج چهل است آمده دریافت هر گونه نظر شما عزیزان خواهیم بود در همین لحظه جلسه امروز خاتمه پیدا میکنم دوستان تا جلسه بعد و دیدار دیگر خداوندیار و نگهدارتان